سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، کیوان سفرعینی هستم از گروه تکگون سازه. در ادامه ویدیوهای مربوط به آزمون نظام مهندسی قصد داریم یک سوال از این آزمون رو با هم بررسی کنیم برای آزمون نظارت رشته عمران، که از یک مبحث که کم بهش توجه میشه و ممکنه همین یک سوال باعث بشه که شما قبول بشید و درصد 49 برسید به بالای 50% و باعث بشه که دیگه سال دیگه نخواهید شرکت کنید و قبول بشید و پروانه رو بتونید بگیرید. قبل از هر چیز ازتون خواهش میکنم کانال رو دنبال کنید و حتما یک کامنت انگلیسی بذارید بعد اینکه دنبال کردین، که سابسکرایبتون نپره و این دنبال کردن رو داشته باشید که بتونید از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. آخرین سوال این آزمون که مربوط همین آزمون آخرین آزمون است، مرداد 1400، گفته ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان متشکل از مهندسان 4 رشته معماری، عمران، برق، مکانیک که در هر رشته حداقل 2 نفر حضور دارند که هیچ کدام همپایه نباشند، نسبت به ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی تک نفره چند درصد است؟ ببینید، اصلا برای این سوال نیاز به کلید واژه خاصی نیست. اگر شما آزمون های قبلی یک سری زده باشید میفهمید که ظرفیت اشتغال و چیزهای مرتبط با این برای مبحث 2 هستش. کلید واژه این یعنی بخوایم واژه‌ای که از این استفاده کنیم برای سرچ توی مبحث 2 بدون استفاده از هیچ گونه کتاب کلید واژه‌ای اصلا نیاز نیست، همین ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی هستش. شما زمانی که بیاین داخل فهرست، ببینید، شروع کنید از این بالا نظامات اداری اینجا رو بخونید، چیزی در مورد ظرفیت طراحی به شما نگفته، گفته ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان. میایید این قسمت ببینید، فصل دوم داره طراحی ساختمان، طراحان حقوقی ساختمان، پس ظرفیت اشتغالش هم زیر مجموعه همین طراحان حقوقی است و قسمت سوم میره اجرای ساختمان و حالا قسمت های مربوط به این. ولی توی ظرفیت اشتغال طراحی ساختمان میشه زیر مجموعه همین طراحان حقوقی ساختمان، چون ما با این طراحان حقوقی ساختمان این ظرفیت اشتغال میاد زیر مجموعه این دیگه. پس میریم صفحه 29، یعنی 29 شد طراحان حقوقی ساختمان. ببینید، ما حالا میایم ظرفیت اشتغال طراح رو پیدا کنیم نسبت به ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی تک نفره، که شما یه صفحه دو صفحه ورق بزنید، اینجا حدود صلاحیت ها رو گفته، ورق بزنید یک جدولی به این شکل برخورد میکنید که بعدا مثال با این جدول الان آشناشی که ممکنه دوباره همین سوال تکرار بشه، شبیه این سوال باشه. ببینید، اینجا گفته درصد افزایش ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی تک نفره. خب حالا جزئیاتش چی بود؟ گفته متشکل از مهندسان 4 رشته معماری، عمران، برق، مکانیک. اینجا وای میستید از این قسمت، ببینید 1 رشته، 2 رشته، 3 رشته، 4 رشته معماری، عمران، برق، مکانیک. یعنی اگه گفته بود سه رشته غیر هم نام از رشته های فلان و فلان فلان، این ردیف رو باید انتخاب میکردید. یا گفته بود دو رشته غیر هم نام از رشته های معماری، عمران، برق، مکانیک، این رو انتخاب میکردید. الان گفته 4 رشته، پس میشه ردیف شماره 4. بعد اومده گفته در هر رشته حداقل 2 نفر حضور دارن که هیچ کدام همپایه نباشند، درصد افزایش برای این قسمت طراح حقوقی 65. ببینید، اینجا گفته درصد افزایش در صورت همپایه بودن پروانه اشتغال. خب این گفته همپایه نباشند، پس این به عبارتی حذف میشه این عدد 10 از اینجا. پس اینم که درصد افزایش در صورت حضور بیش از 1 نفر، خب اینجا گفته 2 نفر، پس این هستش، اینم هستش، 65 با 15 میشه 80. این 10 رو باید از توش کم میکردید. پس گزینه 3 جواب درست ما هست. پس حواستون باشه که ممکنه با این قسمت های اینجا بازی کنه و این عددهای اینجا تفاوت کنه. مثلا سریش 4 اینجا رو دیدید 90، تیک این گزینه رو نزنید، توضیحات این قسمت رو دقت کنید. پس با این جدول میشه بازی کرد و حواستون باشه، جدول مهمی هستش. خیلی ممنون توجهتون، سابسکرایب فراموش نشه.